با درود خدمت بینندگان و شنوندگان از مردم تیوی، خوبین، خوشین، سلامتین. ما هی یه خبر، این چرا کج این دوربین ما؟ اینجوری شدم، ما هی خبرهای جدید برام میاد. یه خبری اومد چند روز پیش، الان بذارم براتون. روزنامه های ایران زدن، ولی اینجا هم یه کانالی هست به نام آرته که کانال مشترک فرانسه و آلمانه، اعلام کرد حالش بده. مریم رجوی حالش بده، سکته عصبی زده، نام چی شده، چه مرگه شده، خلاصه مثل اینکه زرتش قمصور شده بود. این خبریه که چند روز پیش زدن که حمله عصبی سرکرده گروهک تروریستی منافقین، حال رجوی وخیم است. همشون هم که یک منبع آگاه دارن دیگه. یک منبع آگاه در پاریس از وضعیت وخیم جسمانی مریم رجوی سرکرده 70 ساله گروهک تروریستی منافقین خبر داد. به گزارش مشرق، رجوی عصر امروز حین بازگشت از پاریس به سمت مقر خود که در این شهر اسمش هم چیه، دچار حمله عصبی شدید شد و بلا فاصله به بیمارستان انتقال پیدا کرد. اونجا هم که این شهرم که نزدیک پاریسه، برای خودش پادگانی ها، یعنی تمام خیابون دوربین داره. 100 دفعه هم ریختن گرفتن، ولی پول دارن دیگه. تو همین آلمانش رستوران و هم چون اینا پول سیاه اینا زیاد دزدی میکنن، مردم اروپا میرن گدایی میکنن. من تو خیلی جاها دیدم مثلا طرف میره، بیشترم پناهنده ها مجبورن، حتی الان نه، الان چون تروریستی هستن کسی باهاشون فعالیت نمیکنه، قبلا ها میان میگن نگاه کنین جمهوری اسلامی ما رو شکنجه کرده، ما رو میزنه، این عکس ها، این کشته ها. برای همین دوست دارن پیروانشون، طرفدارشون بمیرن که اینا هی این قبرستون رو بزرگ کنن، هی این عکس ها رو زیاد کنن. آلمانیا و اروپایی ها بدبخت هم دلشون میسوخ، اون موقع 100 تا 200 به اینا پول میدادن، این پولا رو جمع میکردن، یه راست میرفت برای مریم رجوی، از اون ور توی آلمان یا فرانسه یا انگلیس اینا رستوران میزدن، پول رو تمیزش میکردن، پولشویی میکردن، بعضشون فوقلاده توپه. خلاصه داشته برمیگشته مثل اینکه زرتش قمصور شده. امروز توی چند تا صفحه تو اینستاگرام دیدم که نه مرده، مثل اینکه مرده. اینجا هم زده پایان مریم رجوی. خیلی دوست داشتین یه کاری بشه تو ایران، رئیس جمهوری بشه، چه میدونم این کارا دیگه، ولی تموم شد. نوشته پایان مریم رجوی که چند روز قبل چی میخونم وضعیت مریم رجوی که چند روز قبل وخیم گزارش شده بود، ظاهراً به مرگ منتهی شده است. صفحه ویکیپدیا نیز تاریخ مرگ او در پاریس را 31 خرداد ثبت کرده. این آدم یا همون مسعود رجوی، اینا انقدر منفورن که شما اگه کامنت ها رو بخونین، صفحش معلومه دیگه، برین تو صفحش خودتون بخونین، یک نفر نیست که ناراحت شده باشه. یعنی نزدیک چند هزار تا کامنت، همه خوشحال. یارو نوشته بالاخره تو این سال یه خبر خوب اومد، یعنی رئیسی مرد، اون مرد، برای اینا خبر خوب نبود. اینو که نوشته همه خوشحال شده، اینا خیلی عوضی هن. طرف میگفتن بهش بابا این همه کشتین، این همه آدم که میگه انقلاب و خون داد دیگه، حالا اگه هزار سالم طول بکشه. بعد اینا جلو مردم و اینا اینجوری هن با روسری و اینا، تنها که میشن کسافت کاریایی میکنن که فقط خودشون میدونن چه کارایی میکنن. آره اینو بود، گفتیم یه خبر خوبی بهتون بدیم، چون تو تلویزیون مردم خیلی با کسایی که جدا شده بودن ازش صحبت میشد، این خبر خوبیه برای اونا. یکی هم چی بود؟ آها، گوگوش و رها اعتمادی. من نمیدونم حالا هی میگن اینا زن و شوهرن، آخه نمیشه. طرف رها 37 سالشه، گوگوش 80 سالشه، 70 یا 80 سالشه، اینا اصلا نمیشه با هم باشن. حالا میگن این دوتا با هم ازدواج کردن، هر کی یه چیزی میگه. تا الان این آقای اعتمادی شایعات با پدر رها اعتمادی، حسن اعتمادی، مصاحبه ای کرده که میگه بابا اینا شایعه است، اینا زن و شوهرن. جوابش خودتون
نظر بدین. معلوم میذارم. به آقای اعتمادی شایعات زیادی نسبت به رابطه آقای رهای اعتمادی و خانم گوگوش وجود داره. شما به هر حال پدر رها هستین، او و شاید روابطش رو تا اندازه‌ای بشناسید. من میخوام از شما بپرسم روک و سری، آیا خانم گوگوش و آقای رها اعتمادی رابطه‌ای بجز رابطه همکاری و فعالیت حرفه‌ایشون دارن یا خیر؟ من امروز رها و گوگوش رو دو تا یار قار همدیگه میبینم. ببین اگه چیزی نباشه یه کلمه میاد میگه نه نه بابا این چه حرفیه، اینا همکارن، کار میکنن، پسر من شاعره، خانم فائقه آتشینم خواننده است، همین. ولی میپیچونه، نه میگه آره نه میگه نه. اگه بگه آره خب میگن بابا پسر جوان رفته با یه پیرزن برای پول دیگه، اگه بگه نه خب دروغ گفته. من میدونم در مورد رابطه با رها و گوگوش شایعات بسیار بسیار زیادی وجود داره که حتی پای منم کشیدن وسط، من اینو گفتم من اونو گفتم. آخه بابا اینا را کجاتون در میارید شما؟ اسم رها رهاست. هیچگاه من در امور مسائل شخصی این بچه ها کوچک. گوگوش 80 سالشه، حسن اعتمادی 60 خوره 70 سالشه، 70 سالم نیست. بعد به گوگوش و رها میگه من تو کار بچه ها دخالت نمی کنم. قشنگ معلومه داره میپیچونه، چون یه فیلمی هم در اومده بود که اینا یه جا بودن، نمیدونم داشتن کاره ثبت نام بود چی بود، خیلی با هم دیگه خودمونی و عصبی شدن، این رفت اون اومد، اینا یه جورایی درست جواب نمیده. حالا در این دخالتی نکردم، نمیپرسم نمیپرسم، ولی من دارم به شما میگم به روت میشه بپرسی. مثلا گوش میاد خونت میگی به عروس گلم، عروس گلم. گوش حتی بزرگتر اون میاد به تو میگه پسر گلم. میگه من نمیپرسم. مگه میشه پدر رها باشی ازش نپرسی بابا مردم اینا رو میگن راسته دروغ؟ داره میپیچونه دیگه. وطنانی هم که این برنامه رو دارم میبینن میگن که رها و گوش دروغ یه سکه هستن، رفیقای هستن که من فکر نمی کنم هرگز هم دیگر رو رها کنن. من به بقیه چیزاش که اصلا نه میدونم و نه میخوام بدونم و نه اصلا برام مهمه. من از این که این دوتا از هم دیگه کمک میگیرن، رشد میکنن و پیش میرن لذت میبرم، همینش برای من مهم. همین که میگه برام مهم نیست، نه میپرسم نه دخالت میکنم، یعنی چیزیه 100% چیزیه. خودش یه بار تو مصاحبهش اومد یه جور سوتی داد، گفت اینا زن و شوهرن با هم ازدواج کردن، برای همین الان میگه از طرف منم خیلی حرفا زدن. ماشاءالله دوربین، طرف میاد تو دوربین دروغ میگه یا راست میگه، بعد یه ساعت میزنه زیرش. در هر صورت این دوتا خبر رو گفتم براتون امروز بگم، ولی مال مریم رجبی خیلی حالمو خوب کرد، خیلی. یعنی نمیشه فوق دیگه، یوتیوب دیگه سانسور کنیم بهتره. تا برنامه دیگه.